خیلی از بیماران دیالیزی هم بودن، مثل آقای ابوالقاسمی که با مشکل عیاب و ذهاب روبرو بودن. سختم بود. یه ساعت وظیفه‌ام نبود. خیلی درد سر داشتم تا بیام. شوهرم مریض بود. خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام اصفهان با انجام کاری نو و خیرانه برای اولین بار در کشور تاکسی دیالیز راه اندازی کرده. به جای اینکه پرداخت مالی و نقدی به بیماران داشته باشیم، در بحث عیاب و ذهابشون به مراکز دیالیز خیریه بیاد نوع خدمت رو ارائه کنه. 10 تا بیمارستان در حال حاضر در سطح شهر اصفهان و دولت آباد داریم سرویس دهی میکنیم با حدود 450 نفر بیمار. 55 دستگاه ماشین الان داره اینها رو سرویس دهی میکنه در شبانه روز. رانندگان زیادی هم بودن، مثل آقای سعیدی که علاوه بر رسوندن بیمار نقشه یک همراه دلسوز را بر عهده دارند. سرشون گیج میره، مجبوریم یا با ویلچر یا با دست بگیریم بیاریم بذاریمشون تو ماشین. با عشق کار میکنم، این شغل دوست میدارم. و دعاهای خیری که همواره پشت سر خیران است. خدا براش خوش بخواد. خدا براش خوب بخواد، واسه سرویس رو برام گذاشتن. بیماران دیالیزی بیمارانی هستند که بر اثر نارسایی کلیه هفته ای 3 بار خونشان تصفیه می شود. و بیماران زیادی مثل بیماران دیالیزی هستند که همواره نیازمند این